سوره کهف جزء 15 آیه 46 تا 53. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست و کارهای ماندگار شایسته نزد پروردگارت بهترین ثواب دارد و بهترین امید است. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. و بیاد آور روزی که کوه‌ها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار و صاف می‌بینی، همگان را گرد می‌آوریم و احدی از آنان را فرو نمی‌گذاریم. و عرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناکم اول مره بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. و ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می شوند و به آنها می فرماید همگی نزد ما آمدید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، بلکه شما گمان می کردید ما هرگز موعدی برای شما قرار نخواهیم داد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. و کتاب نامه اعمال در آنجا گذارده می شود، پس گناهکاران را می بینی که از آنچه در آن است ترسانند و می گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عملی کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شما آورده است و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. و ای پیامبر برایشان بیان کن زمانی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس سجده کردند به جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید. آیا او و فرزندانش به جای من دوستان خود می گیرید در حالی که آنها دشمن شما هستند؟ ستمکاران چه جایگزین بدی دارند؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من آنان را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نکردم و من هیچ وقت گمراه کنندگان را دستیار و مددکار خود قرار نمی دهم.
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. و بیاد بیاورید روزی را که خداوند می فرماید شریک هایی را که برای من می پنداشتید بخوانید، پس آنها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند و ما در میان این دو گروه هلاکتگاهی قرار داده ایم. و رأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا. و گناهکاران آتش دوزخ را می بینند پس یقین می کنند که در آن خواهند افتاد و از آن هیچ راه گریزی نیابند.